خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیان آرا. امروز قرار بود روند رسیدگی به پرونده آقای شیمون، صاحب شرکت آفیک و سازنده پروژه‌های سزار در قبرس شمالی شروع بشه که خب ظاهراً به تاریخ 27 سپتامبر موکول شده. دو وکیل یونانی تبار، یک وکیل ترک قبرسی و همراه یک وکیل اسرائیلی وکالت آقای شیمون رو عهده‌دار هستند. ایشون با 124 اتهام روبرو هست به ارزش 43 میلیون یورو. بعد از ایشون هم دو نفر دیگه دستگیر شدن و باید قبول کنیم که بعد از این دستگیری ها بازار خرید و فروش ملک افت چشمگیری داشته، حتی بازار خودرو. دولت قبرس شمالی هم بعد از یک سکوت طولانی چند روزه چند وقت پیش در چارچوب کمیسیون اموال غیرمنقول پرداخت مجددی به یونانی تبارها داشته. گفته میشه که این پرداخت بیشترین میزان پرداختی تا الان بوده و 1840 پرونده به نتیجه نهایی رسیده. این کمیسیون تو سال 2005 تأسیس شده و تا الان بیش از 446 میلیون پوند توسط قبرس شمالی پرداخت شده. این پرداخت ها میتونه دیدگاه اتحادیه اروپا رو نسبت به مواضع قبرس شمالی مثبت کنه. یه نشستی هم چند روز پیش توی لندن برگزار شد که توی این نشست دستگیری آقای شیمون 74 ساله رو غیر انسانی دونستند و تنها راهکار حل مشکلات املاک در جزیره قبرس رو فقط در تبعیت از کمیسیون املاک اعلام کردند. دیروز به بهانه روز کتابخانی توی آلسانجاک یک رویدادی برگزار شده به همت شهرداری با عنوان تلفنت رو ول کن و کتابت رو بردار. استقبال خیلی خوبی هم شده از این مراسم و امیدواریم که اینطور اتفاقات بیشتر رخ بده. آقای اونال استل نخست وزیر قبرس شمالی گزارش داده که اولین بسته از توافقنامه همکاری اقتصادی و مالی امضا شده با ترکیه به ارزش بیش از 16 میلیارد لیر محقق شده. بخش زیادی از این مبلغ قراره در حوزه بهداشت هزینه بشه. جراید قبرس جنوبی اعلام کردن آقای نیکوس کریستو دولیدس رئیس دولت یونانی قبرس و آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در 23 سپتامبر با هم دیگه دیدار میکنند. آقای ارسین تاتار هم در تاریخ 22 سپتامبر جهت مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر خواهد کرد. اتحادیه‌های کارگری یک اخطاریه 24 ساعته‌ای دادن به وزارت کار جهت برگزاری جلسه تعیین حداقل دستمزد و گفتن در پایان این 24 ساعت دست به اعتصاب خواهند زد. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 23 تا 32 درجه، نیکوزیا 21 تا 35، گیرنه 22 تا 32، لفکه 23 تا 31، پافوس 21 تا 32، لیماسول 20 تا 33، لارناکا 22 تا 34 و کارپاس 26 تا 30 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر از عبید زاکانی، هرچند بهشت صد کرامت دارد، مرغ و می و حور صرف قامت دارد، ساقی بده این باده گلرنگ به نقد، کان نسیه او سر به قیامت دارد. هفته خوبی در انتظارتون باشه و مثل همیشه دلتون شاد، لبتون خندون.